چرا واقعا کشورهای اروپایی همچین رفتاری رو در قبال یه حکومتی مثل جمهوری اسلامی در پی میگیرن؟ صحبت میشه معمولا در مورد اینکه منافع اقتصادی و سیاسی اینها ایجاب میکنه که به روی خودشون نیارن، ولی الان به طور مشخص یک نفر رو به طور به قصد قتل عملا چاقو زدن، برمیگرده به فتوایی که در 34 سال پیش روح الله خمینی صادر کرد. الان چرا واکنش جدی نمیبینیم؟ سلام بر شما و بینندگان ارجمند و مهمانان گرامی شما. خب طبیعتاً دیگه نیش عقرب نذره کین است، اقتضای طبیعتش همین است. سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران دیگه واسه همه عیان هست و فکر نکنم بخواستیم چیزی دیگه رو آنالیز کنیم. من خودم سالها قریب 5 سال کارمند وزارت امور خارجه بودم و محقق بودم در وزارت دفاع، مرکز استراتژیک وزارت دفاع. با دخالت‌های جمهوری اسلامی ایران خیلی خیلی روبرو شدیم. حالا دیگه فرمودی چرا این کشورهای غربی مثلا شما وقتی که کار میکردید با دخالت‌های جمهوری اسلامی روبرو شدید، یعنی چی؟ بله، ما سال 2013 که از وزارت امور خارجه به وزارت دفاع منتقل شدم، اونجا یک کتابی نوشتیم، Iran's Domestic and Foreign Policy، و کتابی هم به زبان فنلاندی بود در رابطه سیاست سوریه به طور کلی و سیاست‌های کشورهای خارجی، یعنی بگیم روسیه و آمریکا و کردها و عربا و بگیم ترکیه و فلان اینا. جمهوری اسلامی ایران اون زمان آقای روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ایران بود، مستقیما از وزارت امور خارجه فنلاند و از دولت فنلاند تقاضا کردند که این کتابو از نت وزارت دفاع، یعنی بگیم از صفحه وزارت دفاع فنلاند بردارن، و مستقیما هم آقای سفیر جمهوری اسلامی ایران و همراه با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران به وزارت خارجه و دفاع اومدن. بعدن خواستن اینو مخفیانه انجام بدن، اما بعدن آشکار شد و آمریکا و اسرائیل و کشورهای دیگه هم دخالت کردن. یعنی مستقیما از کشور فنلاند خواستن یا ارتباطات اقتصادی منو قطع میکنیم یا این کتابه که 32 صفحه بود دیگه از صفحه اینترنتیتون رو برمیداری. اونا برداشتن یه هفته، اما با چیز، خب اینجا دیگه مهد دنیای آزاد و میدیای آزاد هست فنلاند، و با فشارهای بین‌المللی آمریکا و اسرائیل و ایتالیا و کشورهای غربی مواجه شدن، مجبور بودن بعد از یه هفته این کتابو برگردونن. یعنی اینها رو دخالت‌های مستقیم کردن. هدفشون چیه؟ چرا کشورهای غربی از این کار میکنن؟ خب کشورهای غربی خودشون واسه خودشون دموکراسی میخوان، اما اگه مسئله میدل ایست و کشورهای خاورمیانه شرقی و آفریقا به طور کلی بگن جهان سوم هستش، منافع اقتصادی و سیاسی خودشونو ترجیح میدن. خب اون زمان بود که مثلا کلینتیک فنلاندی و کشورهای غربی به ایران بازگشتن در ازای این سانسوری که کردن. خب حالا دیگه هم آبروریزی شد واسه کشور فنلاند، هم وزیر دفاعشون معذرت خواهی کرد، هم بعدن ایران سفیرش رو از فنلاند بعد از یکی دو سال چیز کرد دیگه. اینا دنبال منافع اقتصادی و نظامی خودشون هستن و جمهوری اسلامی رو همچنان که ما میبینیم و میشناسیم میشناسن اونا، اما نمیخوان اینجوری ببینن که ما میبینیم. واسه اونا یکی هستش، خب سیستمی که تو در میدل ایست هست، دموکرات باشه یا غیر دموکرات باشه، مهم اینه که مسائل اقتصادی و منافع اقتصادی سیاسی و نظامی اونا رو تأمین کنه. آیه سالزاده، به ما میگید که چه چیزی در این متن آمده بود که به طور مشخص جمهوری اسلامی باش مخالفت کرد و حتی تا حدی که تهدید کرد روابطش رو قطع میکنه؟ خیلی ساده بود، اگه میدونستم این مسائل پیش میاد خیلی عمیق‌تر اینو آنالیز میکردیم، اما منظور این بود یک کتابچه کوچیک بنویسیم 32 صفحه باشه واسه وزارت امور خارجه و داخله و به خب کشورهای دیگر هم چیز فرستاده میشد. اما مسائل حقوق زن، سیاست و رابطه خارجی ایران و کشورهای دور و بر و سیاست جهانی به طور کلی، همچنین برنامه اتمی ایران و حقوق زن، یعنی چیزی خیلی ساده و پیش پا افتاده بود. یعنی اما چون از به عنوان یک کارمند وزارت امور خارجه و وزارت دفاع اونو نوشته بودم دیگه، حساسیت جمهوری اسلامی را برانگیخت. میگفتن، خودشون هم گفته بودن اگر مال مرکز دانشگاهی بود خب مشکلی نبود، اما این منظور اینه که این سیاست خارجی فنلاند رو در بر میگیره واسه این
این چیز کردن. حالا دیگه کاراشونو کردن. بعدن که ما هم محقق بودم هم کلمنیست بودم، جمهوری اسلامی خواست دیگه هر طوری که هست منو از صحنه برداره. یه طوری هم موفق شد. خیلی هم در بعضی وزارت ها به من گفتن خب حالا یه نوشته شما، یه آنالیز شما، یا منافع اقتصادی و سیاسی کشور ما کدومشون مهمتره واسه شما اگه تصمیم گیرنده بودید. خب اینا دیگه دنبال این چیزا هستن، دایرکت مستقیما هم اینا رو میگن. بسیار